به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. واکنش ها به کشته شدن دو کارمند کمیسیون حقوق بشر هیچ توجهی برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر وجود ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر اعلام کرد که دو کارمند این نهاد صبح روز شنبه هفتم سرطان در انفجار در مربوطات ناحیه 12 شهر کابل کشته شدند. سازمان عفو بین الملل، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل و سفارت بریتانیا این رویداد را محکوم کردند. طبق اعلام کمیسیون مستقل حقوق بشر، موتر حامل دو کارمند این نهاد ساعت 7:40 بامداد روز شنبه در چراهی بودخاک از مربوطات ناحیه 12 شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی جاسوسی شده قرار گرفته است. پلیس کابل نیز تایید کرده است که دو غیر نظامی از جمله یک زن در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در ساحه پل چرخی از مربوطات ناحیه 12 شهر کابل کشته شدند. مسئولیت این انفجار را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که پس از بررسی و دریافت اطلاعات بیشتر نتایج آن را با مردم در میان می‌گذارد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل این انفجار را محکوم کرده است. یونما افزوده است که هیچ گونه توجیه برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر وجود ندارد. این دفتر خواستار تحقیقات فوری و شناسایی عاملان این رویداد شده است. سفیر بریتانیا در کابل نیز گفته است از این انفجار که کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر را هدف قرار داده شوکه شده است. الیسن بلک سفیر بریتانیا در کابل در توییت تاکید کرده است که این نوع خشونت ها باید پایان بیابد. سازمان عفو بین الملل نیز کشته شدن کارمندان کمیسیون حقوق بشر را هولناک خوانده و خواستار به عدالت سپردن عاملان این رویداد شده است. سازمان عفو بین الملل مدافعان حقوق بشر افغانستان را شجاع‌ترین مدافعان حقوق بشر در جهان توصیف کرده است. این نهاد گفته است که مدافعان حقوق بشر در افغانستان با تهدید ارعاب، آزار و اذیت و مرگ روبرو هستند و جامعه جهانی و دولت افغانستان باید اطمینان بدهند که آنها از حمایت لازم برخوردارند. و همچنان به نقل از ایندیپندنت فارسی، انفجار در قلب صنایع موشکی ایران در خجیر. ساعت 25 دقیقه بامداد جمعه 6 تیر 1399 نور نارنجی رنگ و سپس صدای انفجار در شرق تهران توجه شهروندان را تا کیلومترها به خود جلب کرد. شایعات زیادی پیرامون این سانحه در فضای مجازی منتشر شد. از احتمال عمله هوایی اسرائیل تا انفجار تأسیسات مرتبط با برنامه جنجالی برانگیز هسته‌ای در پارچین، عمده فیلم های منتشر شده توسط شهروندان تهرانی که از محل شهرک مسکونی پردیس تهیه شده بود، آتش سوزی وسیع را در پشت کوههای جنوب غربی این منطقه نشان می دهد. محلی که به نظر می رسد در میان یکی از سریع ترین تأسیسات نظامی ایران در منطقه خجیر قرار دارد. با روشن شدن هوا و انتشار تصاویر ماهواره‌ای، ابعاد و شدت این سانحه مشخص شد. انفجار در صنایع موشکی متعلق به گروه شهید همت. ساعت پس از انفجار رسانه های حکومتی اقدام به کوچک نمایی واقعی کردند و آن را به انفجار یک مخزن گاز در نزدیکی تأسیسات نظامی در پارچین نسبت دادند. این در حالی بود که فیلم های تهیه شده از محل شهرک پردیس آتش سوزی را در منطقه نزدیکتر به آن نشان می داد، نه پارچین که حدود 30 کیلومتر با آن فاصله داشته و به علت وجود کوههای بلند در این فاصله امکان دیده شدن آتش سوزی را برای کسانی که اقدام به تهیه فیلم از آن در شهرک پردیس کرده بودند فراهم نمی کرد. پس از طلوع آفتاب یکی از خبرنگاران واحد مرکزی خبر به منطقه آتش سوزی اعزام شد تا از آن چیزی که انفجار مخزن گاز خوانده شده بود گزارش تهیه کند. در گزارش تصویری منتشر شده توسط واحد مرکزی خبر ابعاد بیشتر از ماجرا مشخص شد و متعقباً 3 مخزن گاز پروپان که به نظر می رسید 5000 لیتری بوده باشند نشان داده شد.
نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مصاحبه تصویری ادعا کرد که به علت کوتاهی در بستن شیر و نشت گاز این مخزن منفجر شده است. در گزارش منتشر شده، فیلمبردار با کادر بسیار بسته مخزن منفجر شده و سوخته و همچنین مراتع سوختن در نزدیک این منطقه را نشان می دهد. بدون آنکه تأسیسات نظامی مجاور این مخازن در تصویر دیده شود. یک تصویر تهیه شده با ماهواره ستلایت از صبح روز واقع نشان می دهد که برخلاف ادعای رسانه ها رسمی جمهوری اسلامی محل سانحه در پارچین قرار نداشته، بلکه در قلب صنایع موشکی ایران در خجیر واقع شده است. همچنین برخلاف آنچه در رسانه ها مطرح شد، به نظر می رسد که آتش سوزی ناشی از انفجار مخازن گاز پورپان نه تنها باعث عریق بخش وسیعی از مراتع در مجاورت این مرکز شده، بلکه به سلول یک مرکز تحقیقات و طراحی سوخت مایع موشک های بالیستیک نیز آسیب رسانیده است. این سوله با ابعاد 57 در 40 متر که در مجاورت محل استقرار مخازن گاز 5000 لیتری پورپان قرار دارد، متعلق به یکی از دو صنایع شهید رستگار و شهید چراغی است که هر دو وظیفه طراحی، توسعه و ساخت سوخت مایع برای استفاده انواع موشک های بالیستیک چون خانواده شهاب 3 قدر و قیام را بر عهده دارند. هر دوی این صنایع زیر مجموعه گروه صنعتی شهید امت هستند که تحت نظر سازمان هوافضایی نیروهای مسلح وظیفه توسعه و ساخت موشک‌های بالیستیک سوخت مایع را بر عهده دارند. گاز پروپان یکی از هیدروکربن‌های سبک است که در ساخت سوخت مایع جهت استفاده موتورهای راکتی نسل جدید این موشک‌ها مورد استفاده واقع می‌شود. عامل یا عوامل انفجار. دقایق پیش از انفجار این مخازن گاز پروپان در خجیر، افزایش بار و اتصال ناگهانی در ترانسفورماتورهای ایستگاه 230 کیلووات ملک مکان در شهر شیراز منجر به آتش سوزی در این ایستگاه و متعاقباً چند ایستگاه توزیع برق دیگر در سر تا سر شهر شد. این امر منجر به قطع برق در 20-30% از مناطق مختلف شهر شیراز از ساعت 23:22 در تاریخ 5 تیر 1399 شد. به نظر می رسد حمله سایبری که بنابر گزارش برخی رسانه‌های اسرائیلی به واحد 8200 ارتش دفاعی این کشور نسبت داده شده، در انفجار و آتش سوزی ترانسفورماتورهای برق شهر شیراز نقش مهم بازی کرده است. عملات از این دست نیز بیشتر توسط هکرهای سازمان اطلاعات مرکز ایالات متحده علیه شبکه برق کشور ونزوئلا در سال گذشته انجام شد تا بر رضایت مردم علیه رژیم نیکولاس مادورو دامن بزند. بر اساس آنچه در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی مطرح شد، نشت گاز به دلیل سهل انگاری ناشی از پر شدن دستی مخازن به عنوان عامل برای انفجار یکی از آنها معرفی و ادعا شد که پس از انفجار نخستین مخزن و آتش گرفتن آن، آتش به دو مخزن دیگر سرایت کرد و نهایتاً انفجار رخ داد. فیلم منتشر شده از سوی صدا و سیما در کنار مخازن سوخته و منفجر شده یک محافظ تجهیزات الکترونیکی را نشان می دهد که احتمال دارد مرتب با مخازن گاز باشد. چنانچه افزایش حرارت و آتش سوزی در مجاورت مخازن گاز پروپان عامل برای انفجار آنها باشد، این افزایش دما و متعقباً شروع آتش سوزی می تواند در نتیجه یک حمله سایبری به وقوع پیوسته باشد. بی‌اعتمادی عمومی نسبت به رژیم جمهوری اسلامی و رسانه‌هایش به شایعه‌ها در فضای مجازی پیرامون این واقعه دامن زده است. به عنوان مثال شایعه‌ای وجود داشت مبنی بر بروز انفجار در آن منطقه به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای مخفیانه در سایت پارچین. همچنین برخی دیگر از سازندگان تئوری‌های توطئه مدعی شدند که حمله نیروی هوایی اسرائیل عامل اصلی بروز این واقعه بوده است، که هر دو ادعا به کلی مردود است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید.
تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.